درود ارز میکنم خدمت دوستان عزیز درس دیشب استقبال خیلی خوبی داشت خوشحالم و درس رو ادامه میدیم امیدوارم با ما همراه بمونید برای اینکه از اخبار ویدیو خبردار بشین لطفا در کانال عضو باشید برو بریم کافن حتما میشناسید یعنی خریدن حالا وقتی میگین این کافن یه جورایی دقیق تره. یعنی خرید کردن به خرید رفتن شما موقعی که میخواین با دوستاتون برید یه جایی خرید کنین، میگین که و موسن اینکاوفن ویگین اینکاوفن نمیگین ویگین کاوفن این غلطه حالا یه چیزی رو میخواین بفروشین این میشه فرکاوفن فرکاوفن ای مشت مین فقت فرکاوفن فل فرتریبن هم مترادف با فرکاوفن ولی یه جورایی لول کار بالاتره این توی یه سوپرمارک فت خیبه نمی کند میکنند. ولی یه جایی که مثلا پنجره فروشی هستی جسمی بزرگ هر کسی نمی نیازی نداره بخره به اونا میگن فت خیبه نمی کنند. فروشگاه های ماشین نمیدونم مثل بنز و بی ام و نمیگن وی فکاف اوتوز، آوتوز میگن فت وی نمی اوتوز. به خاطر همین یه کمی شاید کمتر بشنویدش حالا توی هر فروشگاهی ما یه آقای خانومی داریم که بهش میگن مارکت لایتا مارکت یعنی بازار لایتا اینو من یه صورتی جوک براتون بگم همیشه تو ذهنتون بمونه من توی یه شرکتی کار میکردم این همکاری داشتم خیلی بامزه بود میگفت یه دفعه داشتیم این میخواستیم نور چراغ شرکت رو عوض کنیم گفت برو لایتر رو بیار از توی زیر زمین رفتیم آوردیمش بعد گفت که این بوغو لایتر بوغو لایتر یا مارک لایتر میشه مدیر یا سرپرست اون فروشگاه یا شرکت ولی در واقع از نظر کلمه ای درست گفت این بوغولایتر مونه یعنی نردبون شرکت امونه. ولی لایتا پس معنای هم نردبان میده هم شما بگو مدیر و سرپرست کلمه بعدی لاتن دست گشفت این دوتا معنی تقریبا یکیه ولی ما مثلا میگیم فروشگاه و مغازه درسته مثلا میگیم مغازه بقالی م... مغازه ی... نمیدونم کفش فروشی یه جای بزرگتر باشه همچینی مثلا اسم راست دارتر باشه میگیم فروشگاه فروشگاه مثلا رفاه فروشگاه زنجیره ای فلان جا. جاهایی که بزرگترن کمی مشخص به اونا میگن گشفت دست در لادن دی لیدن جمعش میشه لیدن جمعش و منها معنای همون مغازه یا فروشگاه رو میده دیگه من تفکیکش نکردم خودتون تشخیص میدید حالا از اینجا دیگه یه خورده تشخیصتون راحت میشه مثلا میگن دست فخ گشفت فخ گشفت یعنی فروشگاه لوازم خاص فخ یعنی تخصصی فخ مثلا میگن یک نفر فخمن هست برای فلان کار اوکی یعنی این آقا تخصصش هست برای مثلا فلان قضیه حالا فاخ گشفت میشه فروشگاه چیزای خاص فروشگاه ویژه مثلا موزیسین این باید بریم فاخ گشفت موزیک نمیدونم هر چیزی که ویژه باشه مثلا هنرمندین باید بریم فاخ لوازم هنری اینو توی کامنت های نفر پرسیده بود کنست هندلونگ میشه فروشگاه لوازم هنری کسایی که میخواستن اهل هنر هستن حالا به هر دلیل اومدن آلمان و میخوان تو شهرشون پیدا کنن اینو چی... کجا میتونن بخرن باید کلمه کونست هندلونگ دو مثلا سرچ کنن تا اسم اون فروشگاه براشون ظاهر بشه با آدرسش یه فروشگاهی هم هست بچه ها این چیز هستش فروشگاهی است که مخصوص هنری و اینجور چیزا هست بهش اسم اون فروشگاه هست بزن که در واقع او اوملاوته او بوزنا ولی اینطوری می نوشته میشه بز نه تو شهرهای بزرگ حتما یه دونه فیلیالش هست فیلیاله یعنی شعبه یه دونه شعبهش حتما تو شهرهای بزرگ هست فیلیاله پیدا کنید و اگر لوازم هنری نیاز دارید سریع پیش میریم دست کاف هاوس کاف هاوس هم توی تقریبا تمام شهرهای وجود بزرگ وجود داره کاف هاوس کاف های چون میدونید جمع هاوس میشه هایزا پس اینم کاف هاوس جمعش میشه کاف های زا فروشگاه های بزرگی هستن که همه چی توشه از فروشی هست تا لباس و کفش و لوازم کودک اوکی به اونا میگن کاف هاوس داروخونه یا لوازم بهداشتی فروشی رو بهش میگن دروگ ببینید خود کلمه دروگ که تو انگلیسی بهش میگن دراگ این کلمه یعنی مواد کسی که مواد مخدری یا اینجور چیزا بهش میگن دروگه حالا ولی این توگقای میشه جایی که مواد مخدر فروخته میشه انگاری درسته؟ نه، غلطه. جایی است که در واقع دارو فروخته میشه. خیلی از داروها در واقع مواد مخدر هستن. آنتی بیوتیکا، نمیدونم چی قرص‌های سردرد و اینا خیلی, خیلی خیلی خفیف هستن. مواد مخدر خفیفی هستن. اوکی؟ به خاطر همین اسم توگقای روش مونده. ولی ما به عنوان چی میشناسیمش توی آلمان بیشتر اینو من ننوشتم اپو به عنوان اپوتیک میشناسیمش اپوتیک که درس اپوتیک رفتن هم دارم آخر همین درس میذارم من کسی دوستاش میتونه ببینه شرایب وغن این رو هم تو کامنت ها خیلی پرسیده بودن Schreiben که فعلش رو میشناسید ورن وغن میشه لوازم وسیله گشفتم که دیگه بالا توضیح دادیم فروشگاه لوازم نوشتاری لوازم تحریر ما توی فارسی میشناسیمش که این کلمه در واقع عربیه حالا نوشتارم فکر میکنم عربیه ولی خب حالا توی زبانمون نهادینه شده دیا سوپرمارکت که جمعش میشه زوپمکت برای رفتن به سوپرمارکت هم درس دارم آخر همین درس میتونید ببینید سوپرمارکت مارک زوپر زوپرمارکت به خاطر اینکه مارکت که گفتم همون بالا معنای بازار فروشگاه های بزرگ میده جمعش میشه مارکت پس اینم زوپرمارکت میشه زوپرمارکت جمعش و حالا پایینش هم دقیقا نوشتم بیولادن بیولادن جایی است که خب خیلی مشخصه چیزایی که بیو هستن اونجا فروش رفته میشه خب گرونتره کیفیت بالاتره و هر جایی هم پیدا نمیشه خب لادن هم بچه ها کلمه لادن هم معنای همون مقاضه خودمون رو میده خب جمعش هم میشه لادن جمعش لیدن پس شد لادن گشفت. گشفت و چه کلمه دیگه داشتیم مراش؟ مارکت میشه ستاش معنای فروشگاه میده دست مزد بخوام دی لیبنز میتل ابتایلونگ ببینید ابتایلونگ یعنی بخش مثلا شما مثلا میگم دنبال عطر میگردید توی کاف هاوس گفتیم کاف هاوس یک فروشگاه بزرگا مثلا میرین پرسین انشول لگون wo ist مثلا شو ابتایلون "Wo ist دی شو ابتایلون یعنی بخش قسمتی که شما کفش میفروشید کجاست درست لیونز میتل میتل یعنی اه, چیز وسیله کاری چیزی که باهاش کار انجام میشه و منظور مواد دم داره ولی نه به عنوان مواد مخدر یعنی یک کالا ماده ماده که جمعش میشه مواد لیبنز میتل مواد ده. ضروری زندگی در واقع این بگیم لیبنز میتل لوازم ضروری زندگیه لوازم ضروری زندگی چیه؟ خوردنیه آدمی به خوردن هست. زنده است پس میشه لیبنز میتل میشه جایی که مواد غذایی خوردنی هستن و بخش مواد غذایی رو خوردنی دیگه من اینجا جمعش رو ننوشتم چون میدونم که میدونید اون که آخرش باشه دیشبم گفتم این آخرش میره تموم میره کلمه بعدی تیر هندلونگ فروشگاه حیوانات خانگی این رو هم یه چند نفر پرسیده بودن که حیوانات خانگی رو کجا میتونیم بخریم اینم می نویسم براتون هندلونگ شهرتون باید جستجو کنید برای خریدن یه سری حیوانات خانگی اول خیلی هاش ممنوع دومن یه سری مجوز من تو اونجایی که میشنیدم نیاز دارین پرسیده بودن این رو اینکه شما بتونید قناری تو خونتون نگه دارید یا نه مار نگه دارید یا نه اینا رو بریم بپرسین یه سری مجوز میخواد که شما اجازهش داشته باشین یه وقت به مشکل بر نخورین خیلی ها فکر میکنن حالا من تو خونم نگه میدارم اگه چی میشه یه اتفاق که افتاد بهت میگن چی میشه تیا هندلونگ هندلونگ که دیگه بالا گفتیم و یعنی معامله نه نگفتیم معامله یعنی هندلونگ تی هندلونگ جایی که حیوانات معادله معامله میشن ببینید فعلش میشه هندلن یعنی معامله کردن معنی تخفیف گرفتن هم میده یه جایی جای میسین چونه میزنین چونه زدن در واقع بهش میگن این طرف داره هندل میکنه میخواد قیمت رو بیار پایین برای خرید ماشین میشه برای لباس نمیشه تو آلمان ولی موقعی میخوان ماشین بخرن گن به موسن هندل یعنی باید کم چونه بزنیم اینجوری من نمیخوام این با این قیمت ماشین رو اوکی امیدوارم درس و دوست داشته باشین لایک و کامنت یادتون نره خدافز